خب خواننده بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم رضا پیشرو هستش. رضا پیشرو هم متاسفانه الان خارج از کشوره، ولی خوشبختانه برای ایشون ولی صداش هنوز هست و داره کارهاش رو انجام میده. رضا پیشرو 33 سال داره و اسم اصلیش هست محمد رضا ناصری آراد. خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی در رپ فارسی هست و آواز او از قدیمی ترین و بهترین خوانندگان رپ فارسی هستش و فعالیت غیرحرفه‌ای خودش رو از سال 81 شروع کرد. همونجور که بهتون گفتم که از تقریبا از 2 دهه گذشته بیشتر همینطور میشه، از 80 شروع کرده و به دنبال بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های هنری غیر مجاز از ایران خارج میشه و فعالیت هنری خودش رو در خارج از کشور شروع میکنه. در رابطه با زندگی نامه اون این هستش که در کودکی با سختی زندگی میکرده، از جمله به زندان میفته. فوت پدر و جدایی پدر مادرش هم به اون روی اون خیلی تاثیر میگذاره. از 7 سالگی بعد از گرفتن یه هدیه ضبط و چند نوار آهنگ از طرف پدر خودش با هیپ هاپ و موسیقی رپ و هنرمندانی همچون رایک میگ و نوپاک و خواننده‌های قدیمی رپ دنیا آشنا میشه و از همون کودکی شروع به نوشتن رپ میکنه. اولین ترانه وی یک شعر دیس به پدرش بوده که هیچگاه منتشر نشد. 2 برادر کوچکتر هم داره به نام های علی اوج و امید قدر که اونها هم در موسیقی هیپ هاپ فعالیت دارن. پیشرو با هنرمندان زیادی همکاری داشته که میتونیم به هیچ کس اشاره کنیم: علی قاف، تتلو، توهی، شاهین فلاکت، حسین، سوگند، صادق، اوج، عرفان، بهرام و خشایار اسارا و اسارا اشاره کنیم که اینا رو یکی یکی میبینیم معرفی میکنیم. و اینکه این اول کارش رو با هیچ کس شروع میکنه، یعنی با اینا هیچ کس، اینا پیشگامان رپ فارسی بودن، ولی بعدا سر یک مشکلی براشون که اینا رو میتونید تو ویکی‌پدیا هم پیگیری کنید، اختلافاتی براشون پیش میاد و جدا میشن، ولی بعدا دوباره بعد از چند سال، حدود 9 سال بعد، اینا همدیگر رو تو ترکیه دوباره میبینن، ولی خب هرگز با هم دوباره همکاری نمی کنن. از آهنگای رضا پیشرو بریم سایتش رو ببینیم. رضا پیشرو، همون رضا پیشرو نوشته میشه با به انگلیسی. حالا من این ایشون رو سابسکرایب میکنم، میرم الانم توی سایتشون ببینم ایشونم چند تا سابسکرایبشون ننوشه چند تا سابسکرایب داره، ولی از 2016 روی یوتیوب هستن، بیشتر از 3,500,000 بازدید کننده داشتن. حالا ببینیم این که چیزی بوده که درباره ایشون بوده. اینم هم هم که بیاریم، متاسفانه نمیدونم چرا تعداد سابسکرایب ها مشخص نیستش. خب ایشون هم همین که 3 میلیون داشته بد نیست، ولی این که از سال 2016 بوده و بعد با توجه به اینکه خارج از کشور بوده باید بیشتر حمایت بشه. برید و ایشون رو سابسکرایب کنید. گفتم هیچ چیزی از شما کم نمیشه اگر همه اینا رو سابسکرایب کنید، اگر هر از گاهی برید موسیقیشون رو گوش بدید و براشون یه کامنت بگذارید. بگذارید از اون 40-50 سال گذشته بگذاریم. اونها خیلی خوبه اون موسیقی ها رو داشته باشیم، ولی این موسیقی ها رو هم بگیریم. درسته که به زودی زود اگر این رژیم باشه توی دهه آینده تمام نوه خانی های ما به صورت رپ خواهد شد. پس ببینید تاثیر موسیقی رو بر روند فکر ما و اعتقادات ما. تا رپر دیگه.